یک جشنی هست، جشن مسیح برای ما هر روز روزی هست که ما میتونیم جشن بگیریم. چرا؟ برای اینکه عیسی مسیح از مردگان برخواست. همینطور که گفتم بعضی وقت ما اینطوری فراموش میکنیم، میگیم که باشه 2000 سال پیش بود، فقط ما امروز زنده هستیم به خاطری که او از مردگان برخواسته. هر روز روز جشنه، هر روز باید نگاه کنیم که قدرت مرگ شکست خورده، عیسی مسیح ظفرمند پیروز شده. آمین. به این خاطر امروز هم یک روز یک روز دریافت فیض خداست. و همینطور هم که گفتم امروز هم افتخار میکنم من شوهر نسرین هستم و همینطور هم افتخار میکنم که امروز دستگذاری نسرین برای خدمت مقدس کشیشی هست. من میخواییم فوکوس رو روی دستگذاری بکنیم، مثلا چرا باید دستگذاری باشه و معنی دستگذاری رو بفهمیم یا متوجه بشیم چرا ما اینجا جمع شدیم. و معمولا در این دنیا اینطوریه که کسی که تحصیل میکنه یا دکتر میشه یک مقام، یک تیتلی میگیره، تیتل میشه دکتر، مهندس، آقای مهندس. و این به هر حال زمانی که ما الهیات رو میخونیم آخر میشیم شبان یا کشیش. فقط میخوایم از یک زاویه نگاه کنیم معنیش چیه و یک مسئولیت یک کشیش یا یک شبان که به هر حال زمانایی گذشته که به اونجا برسه چیه. از دید خداوند میخوایم نگاه کنیم. و در افسوسیان باب 4 آیه 11 تا 13 است که اینجا میگه که و او یعنی عیسی مسیح بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمین را برای تکمیل مقدسین. یعنی برای یک هدفی هست. زمانی که ما الهیات رو میخونیم برای یک هدفی هست، نه فقط یک تیتلی داشته باشیم آخر بگیم که ما الان به یه جایی رسیدیم، الان من مهندس شدم، یعنی دکتر گرفتم و الان میتونم دیگه لذت ببرم. نه، معمولا بردارین از دید کلام خدا تازه خدمت اصلی شروع میشه. آمین. کسانی که راه رو رفتن دیدن که از اون موقع دیگه هست که توی جنگ ها میافتیم، توی فشار ها میافتیم. فقط اینجاست که به هر حال این درس هایی که خوندیم میبینیم که به خاطر چی. و همینطور هم اینجا میگه که برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. جسد مسیح یعنی کسانی که هنوز با عیسی مسیح اینطوری آشنایی پیدا نکردن. جسد مسیح یعنی بدن مسیح. بدن مسیح یعنی کلیسا، یعنی اعضایی که عیسی مسیح با خونش خریده، با خونش نجات پیدا کرده و الان تولد تازه رو گرفتی به دست آوردن. یعنی زمانی که ما شروع میکنیم به هر حال یا خدا عیسی مسیح این خواندگی رو به ما میبخشه که شبان باشیم یا کشیش، معلمین، برای اینکه بنای جسد مسیح یعنی کلیسا واقعا شروع کنه به اون هدفی که خداوند خوانده به اونجا برسه. بعد از این ادامه میده بگه تا همه به یگانگی ایمان. و یه چیزی هست که خیلی برای من لذت بخشه، میگه و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل و اندازه قامت پوری مسیح برسیم. یعنی یک هدفی هست. امروز که دستگذاری میکنیم، منم 2008 بود که برادرمون این گلف ایلسل بود، یادتون هست که اینجا جمع شدی بودیم، دستگذاری کرد برای خدمت شبانی. برحال قبل از اینم که خدمت میکردم. فقط زمانی که دستگذاری میشه اینجا یک مسئولیت بزرگی میاد، یعنی مثل اینکه به یه جایی قرار گرفتی، جوابگو هستی، بیشتر جوابگو هستی و خداوند هر چقدر میبخشه همونقدر انتظار داره به دست بیاره. یا این کلام خداست. پس دستگذاری از دید خدا اینه که کار اصلی خدمت ما شروع میشه و یه کار روحانی است، یه خدمت روحانی است. فقط فرق میکنه، میخوام متوجه بشیم، فرق میکنه از خدمت هایی که در این دنیا هست. در این دنیا معمولا اینطوریه که کسی که یه جایی کار میکنه، توی شرکتی کار میکنه، اونجا الان مثال میگم رئیسش چه شخصیت داره، چه رفتاره، پولشو کجا خرج میکنه، چطور زندگی میکنه، به من چه مهم اینه که آخرش مزد من رو، پول من رو میتونم آخر ماه بگیرم.
و چه زندگی رئیسم میکنه بگم به من چه. مهم اینه که من کار خودم رو میکنم، وظیفه خودم رو انجام میدم، ساعت 6 هم فایر آب میگن آرمانیا تعطیل میشم دیگه، میرم خونه زندگی خودم رو میکنم، رئیس چی میکنه به من چه. فقط در مسیحیت اینطوری نیست. در مسیحیت یک روشی هست، روش خدمت هست و یک روشی که برای خدمت کردنه. اینجا میبینیم که خدای عیسی مسیح که 12 تا شاگردایی داشت، بعضی وقت بود که بین شاگردای اختلافایی به وجود اومد، کی بهتره، کی کمتره، کی بالا نشسته، کی در دست راست عیسی نشسته، کی در دست چپ نشسته. بعد از این به هر حال بحث میکردن، با هم دیگه دعوا میکردن. عیسی مسیح اینو متوجه شد و شاگردانشو پیش خودشون آورد و عیسی اینجا نوشته در متی باب 20 میگه عیسی ایشان را پیش طلبید گفت آگاه هستید که حکم امتها بر ایشان سروری میکند و روسا؟ ها؟ رؤسا بر ایشان چی میکنن؟ مسلطند. فهمیدین اصلا؟ جلسه یک شمه ها بعضی وقت اینطوریه، یه چیزی میگم خودم نمیفهمم، شما نمیفهمید. برای منظور اینه که در این دنیا اینطوریه که اربابان حکومت میکنن روی شما، سران این دنیا فقط در فکر خودشونن، منظور این و کلام آلبرت. لیکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که در میان شما میخواد بزرگتر بزرگ گردد خادم شما باشد، و هر که میخواهد در میان شما مقدم بود غلام شما باشد. چنان که پسر انسان نیز نه آمده تا خدمتش میکنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. اینو خوب خوندم. عیسی مسیح پس نمونه ماست. زمانی که دستگذاری میشیم باید به عیسی مسیح نگاه میکنیم. عیسی مسیح میگه که اگه میخواین در ملکوت من اولین باشی باید به همه خدمت کنی، غلام همه باشی. به این خاطر خیلی هستن که نمیخوان، دوست ندارن خادم باشن، بلکه دیگه مثل اینکه غلام میشی. فقط اینجا یک سری هست توش که من میتونم بگم لذت بخشه. من میتونم بگم هیچ موقع انتوشت مایوس نیستم که خدا منو برای شبانی خوانده. من میتونم بگم بهترین زیباترین خدمتی هست که در این دنیا وجود داره، جانهای انسان که خدا خلق کرده باشیم، و یک خدمت ملکوتی، خدمت ابدی هم هست. فقط اینجا نگاه میکنیم میبینیم که برای خداوند نه خدمت مهمه، بلکه طرز خدمت، با چه محبتی، با چه دلی ما خدمت میکنیم فرق میکنه از دنیا. اینجاست که یک کسی هست رئیس، یا یک رئیس به هر حال یک کسی که از مسئولیت احساس مسئولیت میکنه و مسئولیت رو به دست آورده، پس مهم شخصیت خودشه. به بهترین چیزی که اتفاق افتاد میبینیم که زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخاست، بعد از این شاگردانش رفته بودن اونجا ماهگیری، بعد از یه مدت عیسی مسیحشان رو خواند، با هم نشستن صبحانه خوردن، بعد از این از پتروس پرسید، گفت پتروس، اینجا در یوحنا باب 21 باب 15 باب 21 آیه 15 و 16 اینجا میگه که عیسی به شمعون گفت، شمعون پتروس، آیا من رو بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ پتروس گفت بله خداوند، تو می دانی که تو رو دوست دارم. عیسی مسیح به او گفت بره های من رو خوراک ده. باز در ثانی به او گفت ای شمون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت بله خداوند، تو می دانی که تو رو دوست دارم. به دو گفت گوسفندهای مرا شبانی کن. مرتبه سوم به دو گفت ای شمون پسر یونا، مرا دوست می داری؟
پتروس معصوم گشت زیرا مرتبه سوم به دو گفت مرا دوست می‌داری. پس به او گفت خداوند تو به همه چیز واقف هستی، تو می‌دانی که تو رو دوست می‌دارم. عیسی به دو گفت گوسفندهای مرا خوراک ده. ما می‌بینیم که زمانی که خدمت اصلی رو برمی‌داریم و برای دستگذاری اولین چیزی که ما باید یاد بگیریم و ملاقات داشته باشیم عیسی مسیح. بدون عشق او ما نمیتونیم خدمت کنیم. اینه که تفاوت دنیا با کلیسا اینه. عیسی مسیح میگه زمانی که منو واقعا دوست داری یا و این عشق من در تو قرار گرفته، اون موقع خدمت تو مثل خدمت من خواهد شد. به این خاطر خیلی زیبا میبینیم که خدمت کردن به عیسی مسیح اینه که با عشق او، از عشق او باید پر بشیم و عشق او پر شدنم اینم فیض خداونده. آخرین قسمتی که هست که عیسی مسیح نه فقط اینطوری از ما طلبید و همینطورم از پتروس، بلکه در یوحنا باب 13 میبینیم که هرچقدر عیسی مسیح پسر خدا و خود پسر انسان و پسر خدا بود، آمد اونجا شاگردا رو جمع کرد و قبل از اینکه مصلوب بشه شروع کرد به شستن پاهای شاگردانش و اونجا دوباره ملاقات با پتروس داشت. گفته پتروس در یوحنا باب 13 است آیه 5 تا 8 زمانی که عیسی مسیح شروع کرد به شستن پاها، زمانی که پسر انسان شروع کرد به شستن پاها یا پسر خدا شروع کرد به شستن پاهای شاگردانش، به پتروس رسید و گفت سرور من، آیا تو میخوایی پاهای من رو بشوری؟ پتروس گفت. عیسی پاسخ داد اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانی، اما بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت پاهای من رو هرگز نخواهی شست. و عیسی پاسخ داد تا تو رو نشویم سهمی با من نخواهی داشت. پشمون پتروس گفت سرور من، نه تنها پاهایم بلکه دستا سر همه چیز منو بشور. عیسی مسیح، خدمت عیسی مسیح این بود که چیزایی که از ما انتظار داشت خودش آمد این کارو کرد، پاهای شاگردانش شست، یعنی زانو زد، خودش رو فروتن کرد. و این خدمت اصلی ماست عزیزان. کسی که مخصوصا نسرین تو امروز دستگذاری میشی و میدونم که سال هاست که تو این کلیسا خدمت کردی، نه مقامی داشتی نه چیزی داشتی، بلکه با تمام دل دوست داشتی خدا رو خدمت کنی، عیسی مسیح رو خدمت کنی. و میدونم اولین روزهایی که آمد تو هامبورگ 2001 بود، اولین باری آمد کلیسا، خدمت اصلی نسرین شستن توالت ها بود و همینطور آشپزخونه. و اینطوری که آشنا شده بودم، اون موقع هنوز زن من نبود، هنوز یا من شوهرش نبودم، هنوز شاگرد، تازه شاگردی، در حال شاگردی بود. و یه چیزی که متوجه شده بودم اون موقع، اوکی ضعف‌ها همه چیزم متوجه می‌شدم، فقط یه چیزی که متوجه شدم در نسرین این بود که عاشق کلام خدا بود. و بعضی وقت که همینطور که نشستیم اینجا صحبت می‌کردیم، بعضی وقت همینطور می‌آمدم یه آیه می‌گفتم، این آیه در من یه چیزی که دریافت کردم توی عبرانیان مثلا باب 10 و همینطور کجا نوشته عبرانیان 10، واقعا مثل یه آهو می‌پرید کتاب مقدس رو بر می داشت، می آمد کجا نوشته و شروع می کرد به خوندن. و بعضی وقت من لذت می بردم، می گم چقدر عاشق کلام خداست.
نه فقط اینطوری میشنوه بلکه واقعا دنبالش میخواد بره. دنبال مقام هم اینطوری نبود، بلکه فقط میخواد عیسی مسیح رو دوست داره. و مخصوصا به خاطر اینکه عیسی رو دوست داشت چشمم روشن شد نسبت به او. اون موقع متوجه شدم کسی که عیسی رو دوست داره در راه درستیه. و همینطور هم برحال یه چیزی که مهمه که باید بدونیم که این قسمتی هست که از طرف ماست. ما هستیم که مسئولیت رو گرفتیم به شما خدمت کنیم، پاهای شما رو بشوریم. و یه چیزی که مهمه که باید بدونیم که اگر مثل پتروس باشیم اجازه ندیم که پاهای ما شسته بشه، هیچ قسمتی نخواهیم داشت در مسیح. پس باید هم ما اجازه بدیم. پس یک وظیفه‌ای است که ما باید داشته باشیم. خدا رو شکر. سلام به همگی. عجب داستانی، عجب شاگرد و استادی. امیدوارم در کلیساهای ما از این اتفاقات زیاد بیفته. بله. گفتن نسرین زمانی که وارد کلیسا شد از دستشویی، تمیز کردن دستشویی شروع کرد. من الان کشیش هستم، الان هم دستشویی تمیز میکنم. پس هیچ فرقی نمیکنه، اول یا آخر ما همیشه باید خدمت کنیم، در دستشویی غیر دستشویی. خدا رو شکر. امروز چند نکته از وظایف خودمون نسبت به خادمین خداوند صحبت خواهم کرد، خیلی سریع، ولی باید حواسمون جمع باشه. آمین. باید گوش کنیم. در عبری وقتی کلام خدا میگه گوش کنید یعنی اطاعت کنید. یک کلمه مخصوص در عبری به عنوان اطاعت کردن وجود نداره. پس الان کلام خدا وقتی موعظه میشه گوش کنید یعنی اطاعت کنید تا خداوند برکتمون بده. آمین. چند تا آیه براتون میخونم از اول تسالونیکیان باب 5 آیه 12 و 13. اما ای برادران و حتی خواهران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند و ایشان را در نهایت محبت به سبب اعمالشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. کلام خدا اینجا خیلی واضح میگه که باید پیشوایان خودمون را و افرادی که با میگه چی؟ با نهایت محبت به سبب اعمالشان هستند، اینا را چیکار کنیم؟ بشناسیم. شناختن اینجا یعنی ما باید به خادمین احترام بذاریم، باید اونها را نشونه کنیم. آیا شما خادمین خودتون را از هر کلیسایی که اومدین احترام میکنید؟ میگه توجه کنید، در نظر داشته باشید، یعنی فراموش نکنید کاری که خادمین برای شما انجام میدن. بعضی وقتا تمام مشکلات را ما در حضور خادمین میاریم، در حضور کشیشان میاریم، هر چی که درده میاریم، ولی هیچ موقع، نه که هیچ موقع، بعضی وقتا فراموش میکنیم که چه خدمت بزرگی برای ما انجام میدن. قبول میکنین اینا؟ زحمت میکشن. میدونین کلام خدا وقتی میگه زحمت میکشن یعنی کار خدمت کار خیلی سختیه. میتونین یک آمین بگین؟ یا میگه نه؟ اینا فکر میکنن کشیشان صبح بیدار میشن با قهوهشون راحت میرن با پیجامه میمونن تا شب. هیچ اگه اینطور بود؟ اینطور نیست. کشیش لازاروس میپرسن که اینطور نیست مگه؟ چون ایشون رو میشناسم میگم نه اینطور نیست. اگر از زندگی خودم بگم الان وقتش نیست. میگن اگر فقط یک کشیش یا یک خادم فقط یک موعظه خیلی سالم و درستی رو خب آماده کنه، به اندازه یک شخصی که در معدن زغال سنگ کار میکنه اینقدر انرژی ازش میره. میدونستین اینو؟ نه از این موعظه های علکی نمیگم، از این موعظه ها زیاد شنیدیم، نه؟ هستن افراد؟ پس حالا یک موعظه اگر اینقدر انرژی من و شما رو میگیره، چقدر بیشتر که خادمین چکار میکنن؟ خدمت میکنن از صبح تا شب.
میگن در آسمان زمان وجود نداره. میدونستید؟ زمان اینجاست. ولی برای خادمین هم زمان وجود نداره. ساعت 12 شب به من زنگ زدن. اولم میپرسن خواب بودی؟ 12 شب. میگم نه بیدارم، منتظر تلفن شما بودم. حالا تلفن چیه؟ میگه من رومیان باب 8 رو میخوندم، این قسمت رو نفهمیدم. گفتم لطف کنی صبح زنگ بزنی که من کتابامو باز کنم و آماده باشم برای. خودش خوابش نمیبرد. اینا چیزای کوچیکه که ما لذت میبریم، ولی کار خدمت کار خیلی سنگینیه و کلیسا وظیفه داره که خادمین خودش را حمایت کنه، بشناسه. آمین. چون اینها پیشوایان شما در خداوند هستند، یعنی اینا جوابگو هستند، اینا شبانان هستند. شبان انقدر راحت نمیخوابه، به فکر گوسفندانشه، نصیحت میکنن. قبول میکنین اینا را همه را؟ پس کار سخته. و در آخر هم خیلی جالبه که خادمین باید جواب بدن به خداوند. امروز یه هدیه برای شما آوردم، اسمش هست M&M. M&M چند نفر خوردن؟ دوست دارید؟ پس به اسم بچه ها میخرین، خودتون میخورین دیگه. M&M به فارسی دارم میگم، مس به اضافه مسئولیت خیلی سنگین. یعنی کسی که مس خداوند بر او میاد مسئولیت خیلی سنگینی داره و ما به عنوان کلیسا باید از این مس یک خادم حمایت کنیم و کمک کنیم. آمین. میگه آنها در نهایت محبت به سبب اعمالشان چیان محترم دارید. چرا؟ چون نه فقط به خاطر مقامشان اینا محترم هستن، بلکه به خاطر اعمالشان. به من میگن پدر آرامایس، کشیش آرامایس، نمیدونم استاد، بعضیا دیگه خیلی اسامی جالبی میدن به من. من بعدم نمیاد اتفاقا. کسی بعدش میاد یه نفر بهش بگه استاد. ولی اعمال ما، انگیزه ما مهمه برای یک خادم که با جان و دل برای گله خودش کار میکنه. من سوال دارم چه کار خواهید کرد اگر بدونید کسی را که خیلی دوست دارید، خیلی دوست دارید، وقتی اینو میگم نه که کسی را که دوست ندارید، ناراحته و غمگینه و الان کنارتون نشسته. حالا شاید موعظه توبه بکنم. بیا عزیزم بریم جلوت برای توبه. چه کار خواهید کرد؟ راحت میخوابین؟ راحت هستین شماها؟ 100% نیستین. کلام خدا بذارین در عبرانیان باب 13 با هم بخونیم. عبرانیان باب 13 آیه 17 به بعد میگه مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید، زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را میکنند، چون که حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست. پس اگر دوست دارید که خادم یا کشیش کلیسا به خوشی خدمت کنه، ما باید دخیل باشیم در این خوشی اون. من فکر کنم یه عکس العملی نشون بدید، عکس العمل مثبت منظور. نه چرا، ما باعث میشیم که یک خادم، یک کشیش با شادی خدمت کنه. اگر یه چیزی رو بگم، اگر کشیش با غم بیاد اینجا، حواستون باشه یک موعظه‌ای خواهد کرد که همتون گریه خواهید کرد. میاد خودش، شماها یا من داغون میایم تو کلیسا، اونم که داغون شده از طرف ماها، میاد یه موعظه داغونم میکنه برای ما، دیگه چی شد؟ پس خیلی مهمه که ما بتونیم این خادم را چکار کنیم؟ شاد و خوش نگه داریم. آمین. مسئولیت دو جانبه است. آمین. و با این تمام میکنم که حرمت خداوند، میگه حرمت داشته باشین. ما دو نوع حرمت داریم، دو نوع احترام باید به این خادم بذاریم. میدونین چی هست؟ یه نوع، اولینش حرمت روحانیه. یعنی چی؟ برای خادم
هر روز باید دعا کنیم. اینم یه آمین میخوام بشنوم. اگر هر روز برای کشیش دعا نمیکنه، چون اون هر روز به خاطر شما گریه میکنه، هر روز به خاطر شما اینور اونور میره، هر روز به خاطر شما موعظه آماده میکنه، فکر میکنه، اندیشه میکنه، ولی مسئولیت ما اینه که ما هم هر روز برای خادممون دعا کنیم. باور کنین اگر برای خادمتون دعا کنید، خادم سالم، خادم موفق خواهید داشت. کلام خدا اینو میگه. پس هر روز دعا کنیم، تشویق کنیم. چند نفر زنگ، باور کنید تلفن هایی که به خونه من زده میشه فقط برای نیازه. برادر من اینو میخوام، برادر اگه میشه این دعا رو بکنین. و چند نفر زنگ میزنن خونه خادمه یا کشیششون و میگم برادر من فقط زنگ زدم بگم که در دعا هستم برای شما، دوستتون دارم. خداوند یک آیه ای را به شما داد. میخواین عوض کنیم؟ تشویق کنیم. پس دعا کنیم، تشویق کنیم، دفاع کنیم از خادممون. آمین. محبت کنیم، غیبت نکنیم. تمام اینها روحانیه. دومین نکته و آخرین نکته است، رسیدگی در امور زندگیه. یعنی از نظر مالی ما باید به خادمون برسیم. این قسمت همه دارن میرن بیرون. نه میشه. آره. چون مسئله مالی وقتی صحبت میشه یا دستشویی میریم وقتی هدیه جمع میکنن. پری روز یه نفر توی کلیسا بود، چون پول پیشش نداشت گفت پول بده به من، میخوام بندازم توی، بعد حساب میکنیم دیگه. گفتم الان پیشم نیست، برای پیدا کردم دادم. گفت چیکار کنم اگه جبه هدیه میاد دستم رو همینطوری علکی اینطور کنم که همه ببینن هدیه میدازم؟ از نظر مالی ما باید خادم خودمون رو حمایت کنیم 100%. ما همش روحانی فکر میکنیم. هللویا. اینجا خرج داره. آمین. کلام خداست و آیاتی را من نوشتم، اول تیموتائوس هست باب 5 آیه 17 و 18، من نمیخونم اینا را. غلاطیان باب 6 آیه 6 هست که میگه خادم خودتون را با از هر نظر باید حمایت کنیم. برادر من حاضرم جانم رو بدم ولی پولم رو نه. نه اینطور نیست. من یه بار موعظه میکردم درباره پرستش. ما اکثر دروغهای خودمونا در پرستش میگیم، اینطور نیست؟ خداوند حاضرم همه جانم رو بدم، مالم رو بدم. بعد درباره 10:1 صحبت میشه فرار میکنیم، 1000 آیه میاریم که این عهد عتیق، این عهد جدیده، الان نیست. و ولی خداوند میخواد که ما خادمین خودمون را حمایت کنیم. آمین. خدا رو شکر. پولس رسول میدونین چی میگه؟ میگه شما حتی حاضر بودید چشمان خودتون را در بیارید و بدید به من. با مال که کمک میکردن، ولی حاضر بودن حتی چشمان خودشون را در بیارن بدن به خادمین. آلبرت هم به من گفته که آرمانش را من حاضرم موهای خودم رو بکشم بیرون بدم به تو و خوشحالم که خادم را حمایت میکنی. خداوند برکتتون بده. چطور باید این کلمات عالی و این جلسه پر از روح و زمانی رو که در قلب هامون واقعا غند آب شده از اینکه میبینیم خداوند چطور برکت خودش رو ریخته در زندگی دوست خواهر عزیزمون نسرین، اینو ادامه بدیم. چه چیزی رو باید بگیم که واقعا شایسته باشه؟ من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم مطالبی رو خدمتتون بگم، وقت به من داده نشده بیشتر از چند دقیقه. اینه که فقط چند تا تصویر میخوام خدمتتون رسم کنم، چند تا تصویر. تصویر اول در مورد دو تا زوج، آدم و حوا و ابراهیم و ساره. شاید فکر کنین اینا چه کارن در اینجا در یک مجلس دستگذاری چه کار میکنند، ولی به نظر من دوتا از، نه به نظر من، اصلا کلام خدا میگه دوتا از تأثیرگذارترین زوجهای آفرینش بودن، آدم و حوا
و ابراهیم و ساره. خدا آدم و حوا رو خلق کرد، اونها رو به صورت خودش آفرید و برکتشون داد و گفت بارور و کثیر شوید. هدف این بود، بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید. خداوند معاشرت و مشارکت با انسان رو دوست داشت و دوست داشت انسان جای خودش رو نه فقط پیدا کنه، نه فقط داشته باشه، بلکه تسلط داشته باشه بر تمامی آفرینش. ابراهیم و ساره، معمولا وقتی اسم ابراهیم و ساره رو میشنویم بیشتر به ابراهیم توجهمون جلب میشه که چطور خدا او رو زمانی که دور بود از زمین وعده او رو صدا کرد، گفت پدر و مادر خودت رو ترک کن و بیا به زمینی که من به تو وعده میدهم. و فکر میکنیم خب خداوند وعده به او داد وقتی که ابراهیم قدم برداشت در وسطای راه، خداوند دوباره به او ظاهر شد، گفت تو رو برکت میدم، از تو امتی کثیر میسازم، تو برکت خواهی بود برای ملت‌های بسیار، امت‌های بسیار. هر کی تو رو برکت بده خودش هم برکت خواهد یافت. ولی شاید فراموش می‌کنیم که همین برکت عیناً برای ساره هم بود. در باب 17 پیدایش وقتی نگاه می‌کنیم که خدا اسم ابرامو به ابراهیم عوض می‌کنه، در همون باب آیه 15 اینطور میگه: اما زوجه تو سارای نام او را سارای نخوان، بلکه نام او ساره باشد. چرا؟ و ما میدونیم که وقتی در کلام خدا چیزی تکرار میشه تأکیدش رو میرسونه، میگه او را برکت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. باز تکرار میکنه او را برکت خواهم داد و امتها از وی به وجود خواهند آمد و ملوک آنها از وی، یعنی از ساره، پدید خواهند آمد. برکت خداوند متوجه ساره هم بود که هم دوش ابراهیم اونجا ایستاده بود. خدا برای اونها نقشه عظیمی داشت. تصویر اولو میبندم، متوجه تصویر دوم میشم. متوجه افراد و قهرمانانی مانند دبوره میشم. زن نبیه‌ای که زیر درخت نخل مینشست برای سالها و بنی اسرائیل، قوم اسرائیل برای داوری پیش اون می آمدند. زنی حکیم و شجاع که حضورش در جنگ باعث قوت دل سرداران جنگی می شد و پیروزی در جنگ به خاطر اون می آمد. کسانی مثل مریم خواهر موسی که یه دختری چست و چالاک بود، دنبال برادرش میدوید ببینه برادر نوزادش کجاست، آیا لطمه‌ای بهش نمیخوره. و چطور او زمانی که از مصر، از سرزمین بندگی بیرون اومدن، دف و گرفت، شروع کرد به رقصیدن، شروع کرد خدا رو پرستش کردن، ولی پرستش او سولو نبود، رقص او سولو نبود، عده زیادی از زنان دنبال او اومدن، اونا هم شروع کردن با او رقصیدن و پرستش کردن و نام یهوه رو متبارک خواندن. گفتن که بازوی او قوی است، گفتن که او فقط خداونده. زنانی مثل حنا مادر سموئیل نبی که اونقدر در حضور خدا ماند تا اون مسئلت دلش رو از خدا گرفت، خسته خاطر نشد، موند در حضور خدا تا خداوند مسئلت دل او رو داد. و وقتی گرفت اون مسئلت دلش رو چیکار کرد؟ او رو به تمام و کمال تقدیم خداوند کرد تا خدا رو خدمت کنه و برکتی برای قوم اسرائیل باشه. افرادی مانند مریم مادر عیسی که در عین جوانی با شهامت و دلیری بی حدی که شاید خیلی از ما اونو در خودمون سراغ نداریم، ایستاد و پذیرفت که اراده و نقشه الهی در برای اومدن منجی دنیا از طریق او انجام بشه. او خود را داد، خود را وقف کرد تا یک دنیا برکت بیابه، یک دنیا از گناه آزاد بشه،
و با خدای خودش آشتی کنه. تصویر دوم رو هم میبندم. تصویر سوم رو باز میکنم. و چشمم میفته به زنان بسیاری که در دوران خدمات رسولان زندگی میکردن. زنانی مانند یا عیسی مسیح و رسولان. زنانی مانند مریم خواهر ایلعازر که زیر پاهای عیسی مینشست تا از او تعلیم ببینه. در اون دانشکده الهی که خیلی بالاتر از هر دانشکده‌ای که اسمشو به یاد بتونیم بیاریم تحصیل میکرد. او شاگرد بود. نشستن زیر پاهای عیسی و اینکه عیسی مسیح اجازه میداد که او زیر پای او بشینه به معنی این بود که عیسی مسیح رو تایید میکرد به عنوان شاگرد. در اون زمان فقط شاگردان میتوانستن زیر پاهای استاد بشینن. و مریم اون حق رو گرفت. اون اجازه رو داشت. زنانی که در باب 16 کتاب رومیان نوشته شدن، ذکر شدن. شمارش اونا در حقیقت دو برابر شمارش اسامی مردانیه که در اون باب ذکر شده. و اینها به عنوان خادمین خدا بهشون اشاره شده. پولس با افتخار اسم بعضی از اونا رو میاره. زنانی مانند فیبی خادمه کلیسا، پرسکیلا معلم کلام خدا، یونیاس که احتمالاً خدمت رسالت بر کلیساها رو داشت، پرسیس که در خداوند زحمت بسیار کشید و احتمالاً شاید ایرانی بود، افودیه و سنتیخی که در جهاد انجیل با پولس شریک بودند. و زمان من اجازه نمیده این تصویر رو بیشتر بشکافم و به جزئیات اون بپردازم. ولی این رو هم میبندم و بعد میرسم به تصویر چهارم. زنانی که در طول تاریخ به خاطر ایمانشون به خداوندمون عیسی مسیح قربانی ها کردند. زنانی که ایستادن تا پای جان که ببینن مردم توبه میکنند، مردم با خدا آشنا میشن و مردم در کلام تعلیم میابند. زمانی که شاید به خودشون سخت گذروندن، به بچه هاشون شاید کمتر وقت دادن، به همسراشون کمتر وقت دادن، به خودشون، به خواسته هاشون کمتر وقت دادن، ولی ایستادن تا نجات خداوند عیسی مسیح را در قوم‌های بسیار ببینند و جز اون گروهی باشند که عیسی مسیح با افتخار میگه آفرین ای غلام نیک و وفادار. و راستشو بخواین در این تصویر چهارم و مخصوصا با همه این چیزایی که ما امروز شنیدیم، من تصویر یک نفر به خصوص رو هم میبینم و اسمش نسرین بابایانه. خدا رو شکر میکنم نسرین جان برای وجودت، برای استقامتت، برای اینکه مثل دبوره حکیمی، برای اینکه مثل دبوره زیر درخت میشینی، زیر درخت نخل خداوند میشینی تا از او بگیری اون چیزی که باید بدی. به تو افتخار میکنم چون تلخی ها و سختی ها مثل حنا مادر سموئیل تو رو از پا در نیاورد، بلکه به حضور خدا رفتی، گریه کردی، استقامت نشون دادی تا جواب تو از خداوند گرفتی. به تو افتخار میکنم برای اینکه مثل پرسکیله در تعلیم کلام خدا قوی هستی، کلام خدا رو دوست داری، اونو از حفظ میکنی، اونو زندگی میکنی و اونو تعلیم میدی به طوری که خیلی ها از کلام تو برکت میابند و رشد میکنند در بدن عیسی مسیح. به تو افتخار میکنم چون خادمی هستی که خیلی ها وقتی به تو نگاه میکنند تو رو نمیبینند و این یکی از شرایط بودن در اون تصویره، بلکه مسیح رو در تو میبینند. خدا رو شکر میکنم برای وجودت. بهت افتخار میکنم. افتخار میکنم که من اینجا امروز ایستادم و شاهد دستگذاریت هستم. و میدونم با هم شاهد پیروزی های بسیار در خداوند خواهیم بود. خدا رو شکر میکنم. برکت و پوری و شادی خداوند را، مخصوصا سلامتی الهی را برای تو خواستم.